سلام، وقتتون بخیر. تو این ویدیو خیلی سریع، ساده، مختصر، کوتاه، مفید میخوام یه دستگاه بهتون معرفی کنم که تا 20 میلیون مطمئنم به دردتون میخوره. یعنی اگه تا 20 میلیون بخواید بخرید، انتخاب جذابیه. ایسوس E1504GA یه محصول از ایسوس که پارت نامبر اماراته و برای کشورهای عربی ساخته شده و تو ایران هم شاهد وجودش هستیم. کالای بسیار جذابیه و من خیلی سریع میخوام معرفی کنم. اول اینکه این دستگاه پردازنده نسل 13 داره، یعنی اینتل i3 نسل 13 با کد N305. این کد N305 فوق العاده کم مصرفه و تقریبا میشه گفت یکی از کم مصرف ترین کدهایی که جدیداً معرفی شده. بنچمارک و عملکرد قابل قبولی هم داره. حدوداً 10000 تا بنچمارک میده، اندازه ی i7 نسل 11 که برای کارهای خونگی و اداری و مهندسی خیلی ساده اوکی. یعنی اگه کد کار میکنید دو بعدی جواب کار، اگه تریدر هستید عالی جوابگوی کارتونه، برای برنامه نویسی هم حرف نداره. نکته بعدی 8 گیگ رمشه که DDR4 باس 3200 اما یه اسلات 8 گیگ و قابلیت ارتقا متاسفانه نداره. 256 گیگ SSD M2 NVMe که میتونید تا ظرفیت 2 ترابایت ارتقا بدید. همینطور این دستگاه به خاطر نازک بودن و اقتصادی بودن یا همون اکونومی بودنش دیگه گرافیک مجزا نداره، گرافیک آنبورد داره. اما همین گرافیک آنبورد هم از خیلی از گرافیک‌های سری 9 و سری 8 عمل کردش بالاتره. یه نمایشگر 15.6 فول اچ دی TN داره، زاویه دید ندارید ها، ولی کیفیت رنگ هم شبیه نمایشگر IPS نیست، اونجوری نیست که فکر کنید عجب نمایشگری، نه معمولی کارو در میاره. وزنش تنها 1560 گرمه که واقعا سبکه، یعنی یه جوریه که یه دستگاه 15.6 اینچیه ولی تو وزن یه اولترا بوک و یه دستگاه بیزنس توریه. خب این به نظر من کاربردیه. کیبورد کامله و بازطراحی شده، 1.8 میلیمتر کیت راولشه. وقتی تایپ میکنید انصافاً به جرات میتونم بگم یکی از بهترین کیبوردها تا لپتاپ های 50 میلیونه. یعنی شما 20 میلیون هزینه میکنید تا 50 میلیون هم هر کیبوردی ببینی از این بهتر نیست. از نظر پورت دو تا تایپ A دارید، کافیه. یه دونش موس وصل کنید، نمیدونم دیوایساتون رو وصل کنید، یه دونش هم حالا اضافه باشه برای فلش و یا هارد، یا دوتاشو مثلا هارد بزنید کار در میره. یه دونه USB Type C دارید که 3.2 جنوانه، خوبه تا 5 گیگابیت میتونه اطلاعات رو انتقال بده. کومبو جک داریم که همون جک ملقب به جک UXه. HDMI داریم و این یکی از بزرگترین مزیت‌های این دستگاه که همچنان روی دستگاه اکونومی HDMI رو داریم. سیستم صدا سونیک مستره، بلندگوی فوق‌العاده عالی داره برای یه محیط خونگی و کاربری اداری، گزینه بسیار جذابیه. از نظر طراحی این طراحی شیپ جدیدیه که ایسوس به خودش گرفته و من خیلی دوستش دارم. یعنی این شیپ شیپیه که من رضایتمو جلب می‌کنه. چرا؟ چون کناره‌های دستگاه نازک، جای پورت‌ها یه خورده ضخیم‌تر و باز دوباره نازک میشه. یعنی احساس می‌کنید که وقت گذاشتم برای طراحی و کف دستگاه هم همین طراحی رو دنبال میکنه. لولاها یه تیکه از وسط، مقاومت خوبی داره، 180 درجه باز میشه. وبکمش قفل داره که میتونید برای جایی که احساس میکنید حریم شخصیتون رو وبکمش رو لاک کنید. اثر انگشت و بکلایت و سنسور تشخیص چهره متاسفانه نداریم. باتریش هم 42 وات ساعتیه که با تجربه این CPU کم مصرفی که من از این دستگاه دارم میبینم بین 6 تا 7 ساعت راحت میتونه براتون شارژ دهی کنه، تنها با 1.5 ساعت شارژ. این خلاصه و چکیده اون چیزی که این دستگاه داره. در کل تا 20 میلیون گزینه جذابیه. از این جذابتر به نظر من تو این رده قیمتی از لحاظ سخت افزاری و فنی و امکاناتی نیست، اما میتونید رو سری آیدیاپد وان لنوو هم فکر کنید که پردازنده رایزن داره و خب به مراتب رمش DDR5 و گرافیک مجزا داره و یه سری امکانات باز ممکنه بیشتر کمتر داشته باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. اگه از طریق اینستاگرام ما رو دارید میبینید، حتما لایک و کامنت بذارید و ما رو فالو داشته باشید و اگه از طریق یوتیوب دارید میبینید، حتما ما رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم.